بعد شد. خب نه چون لایبه قطع شد. ای خدا تعداد میره بالا لایب قطع میشه. خب بذارید من دوستان میخوام، این آقای میلاد خیلی سریع میخواد هر سنی میگیم سریع چی میگه. آقای میلاد بفرما قربونت. درود بر شما میلاد جان، بفرمایید. خوب این آقای دانا، حالتون خوبه؟ از طریق اینستاگرام انتقال پیدا نمی کنم ماسکی باشه. من یه جایی هم که تو قرنطینه هم، بعد یکی از دوستای عزیزم متاسفانه بیماری گرفته، الان من اونو گذاشتم تو خونه و فقط خودم باش در ارتباطم. اوکی، یعنی اونو من قرنطینه کردم، الان گذاشتمش تو اون اتاق، خودم آدم تو اون اتاق با شما یه گپ و گفت داشته باشیم. زنده باشید، بفرمایید. آرزم به خدمتتون این که خب بحثا خیلی زیاده، من نمیدونم از کجا شروع بکنم. دوستان یکی دو تا شب اینقدر بحثا همیشه زیاده، برای همین برای آدم این، مثلا من خودم تا الان بالای 2000 تا برنامه ساختم، بعد بعد وقت به مادرم و خانومم اینا میگم خدا کنه حالا فعلا زنده باشم، فعلا من نکشم، من خیلی حرف دارم. یه بابا این هوا نه حرف داری، بحثتون زیاده. خیلی دقیقا. من یه مدت ادمین گروه تلگرامی شما بودم، بعد بله بعد خیلی بحث میکردیم اونجا و یارو میومد یه حرفایی میزد که دقیقا همین جوابی که شما میدین رو من میدادم. میگفتم خب الان این بنده خدا 2000 خورده برنامه درست کرده، من الان از کجا شروع کنم برای شما توضیح دادن، از چی دفاع کنم؟ من یه بار توی یه بار توی سوئد بود، مثلا میگم این همه برنامه دادم، بعد یه خانم میگه من با شما صحبت دارم. گفتم بفرمایید چرا شما مزدوری میکنید؟ بذار من اینو بگم، بذار یه لحظه. من مونده بودم چی بگم، یعنی بگم الان حرفم چیه، یعنی من 2000 تا برنامه ساختم، الان من واقعا چی جواب بدم؟ میگم خیلی ممنون، دستتون درد نکنه، بذار من به راه بدم. نه میدونی چی میگه این اومده میگه شما نفوذی، آخه به کی نفوذ کرده، به چی نفوذ کرده، به کجا نفوذ کرده؟ یه جوری میگن مثلا انگار شما عینکای مشکی زدی و نمیدونم فلان کردی رفیق، آخه انگار ببین آخه انگار مثلا من دسترسی به اطلاعات دست اول دارم یا مثلا دسترسی به نهادهای امنیتی دارم. بابا یارو به من گفت که امید دانا که تو فلانی نفوذیه. گفتم بابا امید دانا خودشه و یه میکروفون و یه دوربین، یعنی شما اینم نمیتونید تحمل بکنید که یه نفر بیاد یه 4 تا حرف بزنه و بخواد در مورد موضوعات دغدغایی که تو ذهنشه و در مورد موضوعاتی که میشینه مطالعه بکنه بشینه نظرشو بده، بعد شما میگین نفوذی. این تقریبا میشه گفت 100% ریاکسیون عوامه، یعنی عوام وقتی که حرف شما رو نمیفهمن شما رو رد میکنن. این یه چیز کاملا یعنی حرف مردم بی ارزش ترین مسئله. ببین من نزدیک 10 سال پیش بود یه پیجی بود به نام ژانر، بعد این تو فیسبوک خیلی معروف بود، بعد این یه دونه پست، من یه برنامه سازی شروع کردم، برنامه سازی خب بلد نبودم دیگه، من که آکادمی که بالا نیومدم توی برنامه سازی بلد نبودم. خب هنوزم شما رو دنبال کردم. همین الان شما نگاه کن، اون روز اتفاقا خیلی جالب بود، این پسر سینا ولی الله که برای عربستان کار میکنه یه برنامه‌شو بچه‌ها برام فرستادن، سوتیای خودش اومده پشت صحنه نشون، چون تیک تیک صحبت میکنه، یعنی یکی دو تا جمله رو آخرش هم نتونست آخر تلفظ بکنه، خودش بعد اون وقت عنوان مسخره گذاشته بود. به هر حال آدم اشتباه میکنه، سوتی میده، اصلا یه چیز خیلی طبیعیه. بعد من تو اون برنامه یه لبخند زده بودم، بعد این لبخند منو اومده بود اسکرین شات گرفته بود، بزرگ کرده بود دهن منو، دندون منو بزرگ کرده بود، بعد نوشته بود لبخند این پسر اسکله چقدر لایک داره. فکر کنم مثلا 10 سال پیش که تازه مثلا بحث شبکه‌های اجتماعی تازه اومده بود بالا، آدم نمی‌شناسه که شرایط شبکه‌های اجتماعی رو اون موقع، الان پخته شدی. بعد نزدیک 4000 نفر لایک کرده بودن، 2000 تا کامنت گذاشته بودن، عین 2000 تاشون هم منو مسخره کرده بودن. دستشون درد نکنه، بعد یکی از دوستام که تو سوئیس گفت امید من اگه جای تو بودم الان خودکشی میکردم، تو چقدر قوی که اصلا. بعد گفتم بابا اصلا مهم نیست، یه تعداد فیکن، خب داره فوش میده حالا الان، ولی بحث اینه که الان من امید دانام هنوز الان اینقدر مخاطب حرفام داره توی صدا سیما جای جدی، خود بی بی سی مجبوره این حجم گفتاری که ما بیان میکنیم و بهش برسه، ولی اون ژانره کجاست؟ اصلا پیجش معلوم نشد چی شد؟ اصلا این آقای سینا ولی‌الله که هر روز بیشتر از دیروز منفورتر میشه و کسی که میاد با این همه میکاپ و این همه شرایط در واقع
ادیت و کات و دوباره اجرای دوباره، من چون کار سینمایی یه چند تا اصلا تیکه تیکه کار میکنه دیگه، اون اصلا ارزش چیز نداره، ارزش برنامه، ارزش اجرا نداره. چرا ارزش برنامه سازی داره ولی ارزش اجرا نداره که بگی این موجی تواناست. آفرین، شما میتونی در مورد محتواش صحبت بکنی ولی موجی رو اصلا اصلا احتیاجی نیست که بشینی در مورد موجی صحبت بکنی، چون موجی با 10 تا عوامل، با کارگردان، صدا بردار، یه گوشی تو گوشش چیزایی که یادش میره بهش میگن، شما یه دوربین میذاری تو اینستاگرام، یه دوربین هم اون هم تو یوتیوب، برنامه رو یه سره اجرا میکنی. اصلا مگه میشه انسان توپق نزنه؟ شما یه متن رو بذارن جلوت و بخوای 10 بار روش خونده باشی، 100 بار روش خونده باشی، بخوای دوباره از حفظ بخونی، دو جاش توپق میزنی؟ مگه این زبون و دندون و لب مایچه است؟ مگه میتونه یه جایی گیر پاژ نکنه، یه جا گیر نکنه؟ من یه چیزی بگم، من حالا چون با تو الان راحت دارم صحبت میکنم، واقعا نمیخوام مثلا برم خدایش تو بحث. البته من قبلا خب برنامه رو دستی که تیکی بود، اون برنامه ارزش محتوایی و ارزش برنامه داره ولی ارزش اجرا نداره، چون نداره. اون برنامه قبلی که من میساختم، هر کسی رو شما برگ چاقاندر هم بیاری بهش بگی مثلا دوبار تمرین کن، میتونه جلوی دوربین بگه. تقریبا من 200 از برنامه هام اونجوریه، 200-300 تا برنامه اونجوریه که هر کسی میتونه بسازه. ولی کاری که الان دارم میکنم که میام مثلا 4 تا برنامه در 24 ساعت روز اینا درست میکنم، در از نظر حالا محتوایی اینا که بذاریم کنار، از خود اون بحث اجرا واقعا رقیب نمیبینم تو این حوزه. خیلی سخته چون چون واقعا باید بیای اجرا کنی بفهمی چه خبر میشه. چهار تا موضوع متفاوت برام بتونی اونو کامل بازش بکنی. بعد خیلی هم میگن خب آقا برنامه کوتاه باشه، برنامه کوتاه حالت بیگ مک خوری سیاسیه. خب آره، میتونی از این کلیپ من دوستان برن کلیپ های کوتاه درست کنن. متاسفانه نداریم، ما خیلی کمبود داریم تو این قضیه. بله متاسفانه نداریم. اگه ما هم یه دو تا مثلا آقای رائف پیپور یه چند نفر رو داشتیم که از این کارو میکردن، خیلی بهتر میتونستیم. حالا داره بهتر میشه، تو هفته گذشته 4-5 تا از مخاطبا این کارو کردن، ولی مسئله که هست اگه کار فکری جدی آدم بخواد انجام بده، کاریه که الان من دارم میکنم، یعنی موضوع رو کامل باید باز کرد. حالا وگرنه بقیه کارا یه جوری قرتی بازی رسانه‌ایه. یعنی خوبیشم پیوستگی اینه که شما وقتی میای موضوع رو، شما یه سرفصلی رو میدی و در واقع یک انشایی رو می‌نویسی که در واقع بدون فکر قبلی می‌شینی اون با پیوستگی صحبت‌های قبلی یا برنامه قبلی، این دوباره این موضوع رو دوباره می‌شینی و توضیح میدی. یعنی کسی که شما برنامه 10 تا برنامه قبلت هم ندیده باشه، به خاطر اینکه شما داری پیوسته این حرفا رو می‌زنی، کامل موضوع رو درک می‌کنه. مثلا بعضی دوستان میگن تکرار نباید باشه، ولی مثلا موبد خورشیدیان مثلا همیشه میگه ببینید تکرار اگر درست انجام بشه خیلی کار مهمیه. تکرار اگر درست انجام بشه، سر جای خودش تکرار انجام بشه، کار خیلی مهمیه. واسه بگم تکرار آخه باید بلد باشه آدم چجوری تکرار کنه. نه اینکه الان شما مثلا تلویزیون، حالا نام میارم، ایران آریایی، این یارو وطن خواه، ماجرا ما 10 سال پیشه، من با اینا همکاری میکردم، بعد این آدم خیلی باحال بود. یه برنامه‌شو شما دیده بودی، انگار همه برنامه‌شو همش تکرار میکرد. این پسر مزلفه اسمش چیه؟ اسمش هم عوض کرده، یه سری هم تو رو دعوت کرده بود برنامهش، خیلی ادعاش میشه این سمدی، خسرو سمدی. آفرین خسرو سمدی. این هم شما دقیقا فکر میکنه که میخواد خودش جوری نشون بده که میره مطالعه میکنه، یا 4 تا کتاب میذاره پشت سرش، بگه من خیلی آدم فهمیدم، موهاش از پشت بنده جدیدنم یه عینکی میزنه. بعد میخواد بگه شما عینک میزنه، جدیدن عینک میزنه، لایو اینستاگرامش داره، روز به روز خودش روشن فکرتر نشون میده. بعد یه دو تا برنامه‌اشه که ببینی انگار تمام برنامه‌هاشو دیدی. دقیقاً دو تا برنامه‌اشه که ببینی اصلا همینن. این که دیگه ته مثلا پیش خودشون فکر میکنن این پروفسورشونه، این دو تا برنامه شدین دیگه، توی اون پیر پاتالا و اون چه ببین پایه فکریشون اینا توی یه جا گیر کردن. ببین اونجایی که الان این پسره هست، من یه روزی بودم آخه، منم اگر اونجا گیر کرده بودم به محاق سیاسی رفته بودم. یعنی من خیلی سخته شما قبول کنی بعد از یه اون براندازی و فوش دادن به جمهوری اسلامی و اینا الان بیاد دفاع بکنی و با هوادارش هم نباشی. به خود جان مادرم من هوادارش نیستم، در این مرگ مادرم من اصلا چشم جمهوریت و اسلامیتش ندارم. یه بر اساس یعنی انقدر خودت رو دیگه رها بکنی در رئالیسم موجود،
دیگه قبول کنی آقا اینه داستان و حالا باید یه جوری درستش کنیم، یه ذره صورت مسئله رو حلش کنیم. آخه میدونی چیه؟ اینا گیر کردن، میدونی یه چه گیر کردن، نمیتونن خودشونو نجات بدن. یه بحث هم هست، ببین اینا بحث اینجاست که شما میفهمی کی ایران پرست واقعیه. کسی که بین ایران و ایدئولوژیکش ایران رو انتخاب نمیکنه، ایدئولوژیش رو انتخاب میکنه، حزبش رو انتخاب میکنه. آقا شما داری میگی آخه ایدئولوژیش رو کمدی شده. آخه اگه اون ایدئولوژی یا حزبشون هم ببین شوخی شده، یعنی الان همون پسراره که میگی، از من الان خیلی مدت هست نگاه نکردم حتی ببینم چی میگه اینا، ولی دیگه چون تو دو سه سال پیش خیلی خوبه، دو سه سال پیش که یه دنبالی میکردم این هنوز میگفت من چی گفتم، جاوید شاه گفتم، نه پهلویست چیست، هر پهلویست چیست و چه میدونم شاه چی کار میکرد، هنوز درگیریاش با مثلا اینه که جبهه ملی علیه شاه چی گفت. بابا ولکن ولکن داداش ولکن هرچی با بست دیگه میدونی راستنش میدونی الان همینو اینجا نگاه کن، همین حرفی که الان زدی که مسائل روز مملکت چیه، اون آقا دنبال پهلویزم و جاویدشاهه، همینجا شما کات بکن بیا تو تلویزیون ملی خودمون که الان مسئله ما معیشت کرونا فلانه، یه بازیگر که نه، یه دلغک مزلف لبجلهی دماغ عملی به نام آقای رستمی مسئله رو ول کرده، مشکل کشور رو ول کرده، میاد میگه من با آقای وزیر نامه زدم برای تلگرام چون مدارس بسته شده. ببین دقیقا داستانش به داستان همین بازیگرت که در موردش صحبت کردی، آبادانیه اسمش یادم رفت، دقیقا برای بچهش اومد حرف زد، با آقا تلگرام فیلتره، الان مدارس بسته شده ما نمیتونیم. فرخ نجات، آره دقیقا مثلا فرخ نجات برای بچهش، با آقا برای مردم نبود، با آقا تلگرام فیلتر شده، مدارس الان تعطیله، ما نمیتونیم هی دنبال فیلتر شکن باشیم، تلگرام آزادتون که معلم خصوصی بچه‌م، برای بچه‌م میخواد چی داشو یاد بده بتونه خوب بفرسته. بعد مردم نادان ما، من اصلا نمیخوام توهین کنم ولی واقعا یه سری چیزا، یه جمله‌ای رو گفتی خیلی جالب بود، ولی بزرگترین دشمن ایران امروز خود مردم ایرانن. شما ببین چقدر مردم الان کمبود اسطوره دارن و چقدر نفهمن و نمیدونن، اولویت‌ها رو ول کردن، میان میبینن یه بازیگر که برای بچهش، به خاطر بچهش فقط اومده ارانتش استفاده کرده، به وزیر نامه زده، وزیر گفته اوکی ولی دست من نیست، بعد اومده سوء استفاده کرده از تایمی که توی رسانه ملی بهش دادن، گفتن آقا شما بیا اینجا، ما الان مردم تو خونه‌هاشون نشستن، ما مثل آلمان که من توش زندگی میکنم یا انگلیس یا بقیه جاها مردم رو رها نمیکنیم، حداقل تو خونه نشستن پول تلویزیون ازشون نمیگیریم، پول اینترنت رو دو برابر نمیکنیم، نمیدونم این کارا رو نمیکنیم، ما میخوایم که رسانه‌مون بشینیم مردم رو شاد کنیم که وقتی تو خونه نشستن راحت بشینن، فضا براشون امن‌تر بشه. یه آقا میاد از توانایی بازیگری و میمیک چهرهش چشش ای کار میکنه، لباش ای کار میکنه، من الان بچه‌م فلانه و بچه‌های مردمای دیگه هم همینطور تو خونه نشستن، ما رسانه، ما یک برنامه اینترنتی دست جمعی کارساز و با پهنای بانده درست نداریم، پس شما به تلگرامو چیکار بکنم فیلتر بکن که من بچه‌م بتونه درسش از معلم خصوصیش بگیره. ببین چقدر این آدم میتونه نفهم باشه که مسائل کشور رو ول بکنه و تو خیانت میکنی، اوردنت مردم رو شاد بکنی، از توانایی چهره صورت استفاده میکنی که پمپاژ ناامیدی بکنی مردم. یعنی من واقعا نمیفهمم چرا یه جایی که میگن آقای خامنه ای یا سپاه یا اینا دیکتاتورن، که ای کاش دیکتاتور بودن اینا دیکتاتورن و نمیدونم تو سر مردم میزنن، خب چرا این همه آدم که این حرفا رو میزنن چرا اینا رو نمیگیرن، چرا نمیدونم فلان نمیکنن؟ یا آقا اومده از یه رانت دیگه، از یه داستان دیگه، از یه جبهه دیگه ای، کاری که به بعد تازه صفحش 800 کا بوده الان شده 1 خورده ای، یعنی یه چرت و پرت گفته در مورد تلگرام، مردم ما که از کمبود اسطوره برای خودشون رفتن این احمق دماغ عملی لبجلهی رو کردن واسه خودشون اسطوره، اینو کردن واسه خودشون که در مورد تلگرام حرف زده، یعنی نمیدونیم چقدر میتونه حماقت تو کشور بیاد. میگم اینقدر، ولی به گوزه من به آینده خیلی امیدوارم، چون مثلا من 6-7 سال پیش این حرفایی که مثلا حتی خب 6-7 سال پیش بگم، من خودم هم تو این جایگاه نبودم، چون هی مطالعه باعث میشه آدم هی عوض بشه، مثلا من دست درد نکنه تو با مطالعه خودت یه عده‌ای رو هل دادی، آره. همراه چیز شده خودم هم فهمیدم. خب این مثلا من الان امیددانه 7-8 سال پیش نیستم، ما هم ببین اون موقع هم پسر هر که میگی باش نشستم، خب اون موقع ما اونجوری فکر میکرد سطح، من فقط خودم رو نجات دادم. حق داشتی ببین، آدمایی که میخوان
تاثیرگذار باشن و بی‌تفاوت نیستن نسبت به محیطشون، و اولین جایی که بستری که فکر میکنن میتونن خودشون نشون بدن میرن تو اونجا. آقا شما رفتی اونجا آلوده نشدی، موندی، فعالیت هم کردی، ولی دیدی به نفع کشورت و به نفع مردمت نیست، اومدی بیرون. پس این زیباست، این خیلی اینا بگم تای صداقت هم اینه که اون برنامه‌ها من پاک نکردم. یعنی الان اون برنامه مثلا الان خیلی این دشمنان برنامه‌های گذشته منو ور می‌دارن، خب من پاک نکردم که تو یوتیوب هم هست، یعنی از دسترس خارج نکردم، یعنی هست. من اون تاریخچه من بوده، الان به من مثلا میارن میذارن جلو، میگم ببین من اون امید اون سال بودم با اون مطالعه، الان مسلما با بخش قابل توجهی از محتوای 7-8 سال پیش خودم چیز دارم، مشکل دارم. برای همین خیلی ها ببین میگن آقا من با چند درصد تو مشکل دارم، میگم من خودم بخورم 50% دعوا دارم. من کلا یه جایی خودم رو قبول ندارم اینجوری با بشه. ببین به خاطر که اطلاعات، ببین اینقدر جهان هستی پیچیده است، یعنی تو اصلا نمیتونی محکم وایسی بگی همینه که هست. یه جایی رو شاید بشه گفت، ولی ببین مثلا هیچ تصوری مثلا من از کانادا نداشتم، که من دوست داشتم برم کانادا پیش دوستام، ولی وقتی که رفتم زندگی کردم مثلا یه 4-5 ماهی توی ونکوور، دیدم واقعا وحشتناکه. یعنی سیستم همه اینا، در حالی که یه بار سفر کرده بودم کانادا نفهمیده بودم تو سفر، یعنی انقدر متفاوت شد سفر کردن من تا زندگی کردن من تو کانادا که حالا الان نمیتونم. یه چیز خیلی جالب بود، مثلا تو ونکوور من استارت کردم بریم، چون خانمم دوست داشتش که بیاد جنوب اروپا، من رفتم اینا، بعد حالا میخوایم بیایم بیرون از ونکوور، بعد به خانمم گفتم که دیدم که خیلی اوضاع خرابه دیگه، خانمم اتفاقا اونجا رو اوکی شده بود، یه صداش کردم یه چیزی بهم گفتم غلط کردم، اشتباه کردم دیگه، پافشاری رو چیزی خودم نکردم، میدونی پافشاری نکردم، اپوزیسیون پافشاری میکنه. ببین این مردم رو حماقته داره پافشاری میکنه، این اینش خیلی بده. من میگم اشتباه باید آدم بکنه، ولی اونجا که میفهمه اشتباه کرده ادامه دادنش حماقته، اشتباه اصلا مثل انسانه. میدونی حماقت یه به کنار، این آقا میدونه الان اشتباه کرده، من مطمئنم مثلا صمدی آقا 4 تا کتاب خونده، یه سری جا هست مثلا من نمیفهمم و دارم پافشاری میکنم، ولی شما میگی، بعد من به خاطر غرورم نشون نمیدم که فهمیدم، ولی خودم تو تنهایی خودم که میدونم فهمیدم، متوجهی؟ خودم که میدونم فهمیدم. پس اینجا یه منی رو داریم که فهمیده است اما به خاطر غرورش نمیاد ارائه بده. اما مهم اینه که تو خودت برات مهمتر یا غرورت یا ایران. آقا جان شما باید یه جایی بفهمی، ببینی که 48 تا پایگاه اطراف کشورت هست، یه کشور فوق‌العاده پولدار مثل عربستان داره هر روز شانتاژ میکنه روی گروهک‌های خلق عرب و روی سنی مذهبا، داره هزینه میکنه، شبکه میزنه از اون ور آذربایجان، از اون ور ترکیه. من مطمئنم یه روزی بزرگترین دشمن ایران تو تمام منطقه همین ترکیه میشه. من مطمئنم یه روزی صهیونیست ترکیه رو با ما به جنگ میندازه، یعنی پان ترکیز یکی از بزرگترین مشکلات ایران میشه. یعنی مثل روز برام روشنه، به نظر من آخرین تیر تو ترکش صهیونیست برای ایران ترکا هستن و ترکیه، و شما داری میبینی تمام اطراف کشور، تمام رسانه های دنیا، برو دنبال بکن. آقا اگه یه زبونی رو نمیفهمی برو یاد بگیر اگه میخوای دنیا رو بفهمی. ببین تمام حجمه به سمت کشور توه، بعد تو میای به جایی که از این تریبون خیلی کوچیکی که داری، بعد 4 تا آدمی که دورته، به قول رایفیکور، حالا من قبولش ندارم تو مسائل مذهبی، به قول خودت کمیکه، ولی یه سری مسائل سیاسیش واقعا حتی بدبخ بر همونا رو بگه دیگه، اگه اونا رو نمیگفت که تیریبون نداشت، نمیدارنش. درسته، ولی میخوام اینو بگم که مسائل سیاسیش واقعا نقطه زنه، و میاد میگه آقا شما تیریبون نداری، 4 تا آدم که دورت هست. حالا آقای صمدی تو که 4 نفر دورت دید، به جای 4 نفر یه تیریبون حداقل 1000 نفر داری، غرورت رو بذار کنار، کشورت رو در نظر بگیر. نه احمق، خیلی احمق. ببین من توی او اسوئد مثلا من میگم خائنن، احمق نیستن، خائنن. هم خائنن هم احمقن، چون میتونن خائن باهوش باشن. ببین مثلا من با آقای شهرام همایون، خب چون خیلی خوب میشناسمش، اون همه حرفای ما رو میدونه، یعنی قشنگ میدونه، از من و شما بیشتر میدونه، یعنی خیلی بیشتر از من و شما تو جدیدن داره یه حرفای قشنگی میزنه در مورد این کنسرت عربستان جدیدن، یه خورد انگار نه اون به خاطر به خودش نه، ولی میدونه چیه، اون میگه آقا من میدونم ولی من باید جیبم پر پول بشه، یعنی اون زندگی رو انتخاب کرده. بعضی احمقن، یعنی خصوص احمدیه هم خائن هم احمق، ولی میدونی مثلا چیه، مثلا الان من 15% دیگه بیشتر شارژ ندارم، ولی مثلا تو سوئد مثلا من با خیلی از این آقایین چپ و اینا بحث میشد، میگفتم آقا اینا حرفا اینه، بعد دیگه اینا که گیر میکردن گوشه رینگ، میدونی منم طرفو گوشه رینگ میبرم دیگه،
گوشه رینگ که گیر میکنه، آره گوشه رینگ که گیر میکنه، از نظر منطق دیگه حرفی نداشتن برای گفتن. میگفتم میدونی چیه، همه اینه که تو میگی درسته، ولی داداش من اینا اعدام کردن یا من مثلا زندان اینا بودم. میشه موضوع شخصی، میشه موضوع شخصی. پس اینجا دیگه دعوا شخصیه. اگه اونجوریه که خب منم انداختن زندان، من که با چند بار زندان پدر، پس تو دیگه دعوات با حکومت شخصیه. تو دیگه یعنی از نظر منطق سیاسی کم آوردی. میدونی یه قلب خیلی بزرگ میخواد، یه قلب خیلی بزرگ میخواد که تو عشق خیلی زیاد به کشور میخواد که تو مسائل شخصی، ایدئولوژیک، حزبی همه رو بذاری کنار، بگی خب الان من برم تو جبهه‌ای که به نفع ایرانه. ببین من از واژه کشور، وطن اینا صحبت نمیکنم، من از ایران صحبت میکنم، چون ایران منحصر به این مرزای الان نیست، یه سری داستاناش خیلی متفاوته و همیشه میگم ایران پرستی، نمیگم وطن پرستی. وطن پرستی اصلا بی‌معنیه. ایران پرستی، خود واژه ایران، ایرانیت، ایرانگری، ایرانویچ و ایران شهری و تمام اینها این داستان هاست. و به هر حال این قلب بزرگی میخواد، شما اینو نشون دادی و خدا رو شکر این خدایی که دارم میگم خدای اسلام و اینا نیست. آره این خدا رو شکر این راه رو به یک عده‌ای رم یاد دادی. مثلا نمیخوام ازت تعریف بکنم بیام اینجا. نمیدونم چی میگی. نه بحث تعریف کردن نیست. آره قصدم مزیج گفتنت نیست، ولی میخوام گره کسایی که دارن این لایو رو میشنون، تا 80 نفرن و حالا کسایی هم که بخوام برن تعریف بکنن، اینو برن بگن، اینو بگن که شما یه خوبی که داشتی، درسته یه دافعه هایی داری، یه دافعه هایی از نظر شخصیتی هر کسی یه دافعه هایی داره، آره، ولی خب شما از اون دسته آدمایی هستی که یه عده خیلی دوستت دارن، یه عده خیلی ازت متنفرن، حد وسط نداری تو زندگی. تو کنم اینجوری هم بود، حتی بگم متنفران میشینن نگاه میکنن، یعنی اصلا خیلی خوب پیگیرن. آفرین آفرین و آفرین. ولی خوبیش اینه که به اون آدمی که از شما از آدمی که از شما خوشش اومده این جسارت رو دادی که بتونه حرف بزنه. من خیلی ها رو دیدم، حالا من خودم دقیقاً مثل شما بودم، من خیلی آدم بی کله ام، فکری که تو ذهنمه و تو قلبمه، فکر که تو قلب نیست ولی کلن احساسمو دارم میگم، نمیتونم نگرش دارم، باید بگم، باید یه جای حرفامو بزنم، فکر میکنم به خودم دارم خیانت میکنم. ولی خب خیلی ها که اینجوری نبودن، مثل شما نبودن، شما اینو به خیلی ها یاد دادین که آقا اگر که اینجا دیده آقای خامنه‌ای داره درست عمل میکنه، با اینکه 100 نفر دارن میگن مرگ بر خامنه‌ای، بگه درسته. چرا؟ چون من از ایرانه. اگر اینجا دید که یک نظامی ایرانی که نزدیک 40 سال جونش، جوونیش، تمام عمرش پشت خاکریز با سلاح از ایدئولوژی که ایرانیت، یعنی خط مقاومت تماما ایرانیه، از مرزای ایران دفاع کرده به اسم آقای سلیمانی توسط یک اونم به صورت عملی، اونم به صورت عملی، سلیمانی حرف نزده، عملا انجام داده. اینه 40 سال یارو میاد میگه رضا شاه بزرگ، من رضا شاه رو خیلی دوستش دارم، میگه رضا شاه بزرگ اون روز با من بحث کرد، گفت توی گروه شما هم گفت رضا شاه بزرگ 18 سال چکمه‌اشو در نیاورد. گفتم مرد حسابی، سلیمانی 40 سال چکمه‌اشو در نیاورد، رفت تو خاکریز و نشست جنگید و از خاک مملکت تو دفاع کرد. نه کی دفاع کرد، به خاک مملکت تو اضافه کرد. اگر عمق راهبردی ایدئولوژیک ایران الان تا دریای مدیترانه است، به خاطر کیه؟ به خاطر امثال اصلا میگیم اضافه نکرد. اگر نبود اومده بودن داخل، امنیت ایرانو به هم ریخته بودن، همین خاکی که داریم و امنیتش به هم خورده بود. یعنی الان شما ببین، شما یعنی یه نفر عقل داشته باشه بشینه 4 تا کتاب تاریخی بخونه، فقط 10 دقیقه حمله مغول رو تو ذهنش تصویرسازی کنه، فقط 10 دقیقه اون صحنه. ببین من حالا حمله اعراب خودت هم میدونی پشتش داستان زیاده که اصلا چطوری با عقل جور در نمیاد عراجیتی که در مورد حمله اعراب میگن، آخه چجوری میشه عربایی که هیچی به جز آره خیلی واقعا، ولی حمله مغول با خیلی واقعیه، واقعی واقعیه، تو نیشابور 2 میلیون نفر حتی حمله اعراب هم سند زیاده، اونم داستانای خودش رو داره، خیانتای داخلی بوده، حالا بحثش طولانیه. بله زیاده زیاده، ولی میگم دیگه بحث مغول هیچ بحثی توش نیست، حمله مغول دیگه هیچ کس نمیتونه بگه آقا نه مغول حمله نکرده. حمله مغول چه هزار بحث، همین چم اومد خرمشهر مگه نیدید تو کیف زن و بچه مردم خالی میکرد، تجاوز میکرد، حتی اون علمبازیه که براشون کار کرده بوده. آقا جان تو هویزه شما دیدی که یارو رفتن جلوشون گوسفند کشتن، همون شب به تمام زن و به زن 70 ساله رحم نکردن، بهش تجاوز کردن. زن 70 ساله نه حالا... میگم مسائل مشخصه، ببین مسائل مشخصه. الان هم ببین یه اتفاقی افتاد تو دنیا که این یه اتفاق همگیره که میشه مقایسه کرد، چون خیلی زمانا قیاس مال فارق میشه دیگه چیزی رو مثلا، ولی الان کرونا واقعا قیاس مال فارق نیست، یه اتفاقیه
با توجه به اینکه ایران ماسک زده، نه من ترس ماسک نزدم، حرفای مردم چیز زیاد توجه نکن. یعنی کلا کام وقتی آدم صحبت میکنه کامنت ها زیاد توجه نمیکنه. چیزی که داره، آره من اگه بخوام توجه کنم که ببخشید، من خیلی من اگه اهمیت نداشت کلا یه برنامه نمیتونستم بسازم. ولی الان شما این کرونا که اومده، ببین ایران تحریم با اون شرایط، و الان من دارم میبینم شما نه ایران هستید دیگه، نه من آلمانم. ببین آلمانو داری خودت میبینی، من دیگه حرفی نمیزنم، آلمانو دیگه خودت داری میبینی. من چی بهت بگم؟ من اگه بخوام در مورد آلمان اروپا بشینم حرف بزنم فکم انقدر گرمه. من آلمانی که آلمان غربیش خب خیلی با کلاس تر از آلمان شرقیشه. من آلمان غربیشو کلا گشتم، از کلن بگیر، دوسلدورف بگیر، اسن بگیر، فرانکفورت بگیر، همه حالا آلمان شرقی رو هنوز وقت نکردم بگردم. نری بهتر ولی یه چیزی دیگه آره آلمان غربی بهتر، این شرایطشو نداریم. الان میتونیم قضاوت‌های درست‌تر و دقیق‌تری بکنیم با توجه به اینکه از نظر ایدئولوژی با این حکومت همراه نیستیم. ولی خود این تئوریسین جمهوری اسلامی، آقای فؤاد ایزدی، من دیروز برنامه‌شو ساختم هنوز نیومده یوتیوب، اومد خیلی قشنگ آقا باید جامعه غیر دینی، غیر مثلا اسلامی یا غیر ایدئولوژیک هوادار جمهوری اسلامی رو ما بیایم یه تعاملی کنیم، جذب بکنیم. یعنی اونا هم دارن به این پختگی میرسن. یه مسئله مشخصه دیگه. اگر به این روزی برسه که آقای خامنه ای یه روزی یه سخنرانی بذاره که بغیر از این قیافه‌هایی که کپی پیست کردن، یقه‌های بسته، تحریش و موهای فلان و اینا، چهار تا چهره ملی هم اونجا باشن که آقا طرف اصلا حال میکنه بشینه پای سخنرانی آقای خامنه ای با پرچم شیر و خورشیدش، متوجهی؟ حال میکنه بشینه پای سخنرانی آقای خامنه ای با یقه باز و با فلان. اگر یه روزی یه همچین تصویری رو ما ببینیم از تلویزیون، میشه 100%. میگم اگر ببینیم، یعنی واقعا من میتونم بگم اینا آخه ببینید چیه. ببینید خود شاه هم روزای اول خب حکومت گرفت اینا، خب خیلی اشتباهاتش خیلی بیشتر بود، ولی بعد از 40 سال خود شاه هم، چون 40 سالگی پختگیه خود حکومت محمد رضا شاه، حالا با همه ایرادات و نقاط مثبت و منفی، ولی دهه 40 سالگی رو خود محمد رضا شاه خیلی اتفاقا قوی تر اجرا میکرد، کارهای قوی تری میکرد. همون جشنهای 2500 ساله ماه اصل 40 سالگی خود حکومت محمد رضا شاه سال 50 انجام شد. جمهوری اسلامی هم شما اگه نگاه کنی حرفا کردارها رو شما تو دهه 60 با دهه 70 خیلی متفاوته با دهه 80، بعد گرفته دهه 90 اینا داری میبینی هر روز پخته تر. یا خود خامنه‌ای همین جمله تا الان دو بار تکرار کرده، منم قبول نداری، نظامم قبول نداری، بیا پای صندوق رأی. ببین این گفتمانه پختگی رو آدم میبینه، آدم ها عوض میشن بابا، مگه ما عوض نشدیم؟ الان خود من مثلا 1000 بار سالا عوض شد، آدم عوض میشه. آخه بعضی افتخار میکنم میگم ما عوض نشدیم، خب تو خیلی ببین عوض شدن نه به اون منظور دو رنگی چی منفیش، عوض شدن بار مثبت داره بعضی وقتا، نه که شما رو حماقت پافشاری داری میکنی شما تو اپوزیسیون. خب این که برای چی بگه آقا؟ یه موضوع هم بهت بگم، اول در مورد اینا که میام میگم بادپا رو بیار بالا، خب بادپا بیاد بالا چی بگه؟ نام نیارید خواهشم، این بخاطر اینه چرا نمیارم، میره چرا نمیارم، میره چرا نمیارم، به خاطر اینکه اون حرفی نداره بزنه. این یک، دو اینکه خودش نیست، من به نظرم این پیج خودش نیست. نه اصلا خودش باشه اصلا بحثی نیست. ببین یه سری افراد فیکن، الان اون پسری که تو آلمان نام نیارم پشت پرده درست میکنه، ببین این دنبال، ببین بعضیا اولا هدف، بعد ببین هدف چیه. معروف شدن برای بعضیا هدفه، برای من ابزاره. من میخوام معروف بشم چون ابزارمه، چون میتونم افکارمو گسترش بدم. ببین این اصلا یه چیز چرتیه، کسی دنبال معروف شدن نیست تو این فضا. منتها باید ببینیم معروف شدنه هدفه یا ابزاره. من افرادی که احساس کنم هدفشون معروف شدنه، استوب میشم دیگه کاری به بقیه وقت ندارم. ما هر روز توی برنامه هامون، یعنی شما تو برنامه هاتون میگین، توی همه هم میگین، ما به همه توصیه میکنیم تخم سخن رو پراکنده کنن. ما هدفمون معروفیت نیست، هدفمون پراکندن تخم سخنه. معروف شدن ابزار کار منه، ابزار کار منه، چون وقتی معروف بشم میتونم افکارم رو بهتر گسترش بدم. برای همین بعضی میگم اون پسرم که پشت پرده اومد یه مستندی برای من، مستند چه حرف کنم، که اصلا شرم‌آور بود. بعد من خود به مرگ مادرم، به مرگ مادرم کامل نگاه نکردم، 5 دقیقه اولش دیدم کامل نگاه کردم. میخوام برات توضیح بدم چقدر احمقانه است. نه من هم 5 دقیقه که دیدم انقدر این بی‌سوادی که برمیگره میگه این اومده بین تجزیه طلب و هواداران پادشاهی رو به هم بزنه، گفتم اوکی خیلی داغونی،
یعنی به مرگ مادرم تا این لحظه من نگاه نکردم. من دیگه به من گفتم یه جواب بده، دیگه این جواب نداره. ببین اگه کسی اونو قبول میکنه یعنی فکرش اینا تو اون کانتکست سطح پایینه، یعنی کاری مهم نیست. اون برنامه که برای تو ساخت و حالا برو ببینش، برو ببینش با برنامه های همردیفش. خب این برنامه همردیفش رو برو ببین، طرز صحبت کردن و لباس پوشیدن و حرکات دست و نحوه بیانش رو برو نگاه بکن. سه روز پیش یه برنامه ساخته برای کنسرت عربستان، دقیقا کپی از تو. یعنی من گفتم خب الان اگر ببین کپی از تو، همه چیش، همه چی، یعنی حتی طرز صحبتش، بیانش، استدلالاش، نمیدونم بعد ویدئویی که از چیز گذاشته، از ابی گذاشته، قشنگ برنامه ما اومده بریده، خب همون اومده گذاشته. ببینید چیه، نه که من حرف کس دیگر رو، شاید منم مثلا یه جایی حرف یکی خوب بزنه منم بیام اونو چیز کنم، خودت باش، ولی... خود این آره. خودش ولی... نیست، حرفای منو برمیداره، اون اصلا مشکل نیست. مهم اینه که تقلید داره. ببین تقلید کردن خیلی بده، منم یه جایی حرفی رو برمیدارم میگم، ولی من تلاش میکنم همیشه اورجینال باشم، یعنی خودم باشم. اصلا اگه حرف کس دیگرم کمک میگیرم وردارم خودم باشم. بعضی چرا ببین اینا فیکن، اینا خودشون نیست. من مشکلم با این بخشه. حالا این آقایی که الان هی دارم میگم بیارش بالا بیارش بالا، این آدم اصلا من کاری به طرز تفکرش ندارم، فیکه. من با آدم های فیک چیزم دیگه، یعنی استوب میشم. آدمی که فیک باشه استوب میشم. بعدم یه بار آوردم این بند خدا رو بالا، قشنگ هدفش یک تفرق اندازی کامل بود. یه تفرق درصد. من خیلی دنبالش کردم. من خیلی دنبالش کردم، تو پیجش هم یه چند بار سر صدای زیادی کردم. حالا بماند، ولی میخوام بگم که کسانی که مقلدن اصلا نمیشه باشون صحبت کرد. آفرین. دمت گرم. ببین آه. آدمی که حرف اشتباه بزنه ولی خودش باشه میشه دیالوگ برقرار کرد، ولی کسی که نقش داره بازی میکنه، من مطمئنم این آقا داره کاملا نقش یه آدم مذهبی رو بازی میکنه. مذهبی نیست. اگه مثلا رائفی پور امکان داره مثلا من با رائفی پور صحبت کنم، خیلی تون آفر اون خود اصلا کپی بکنه خودشه، ولی ببین خودش. نقش بازی نمیکنه، مقلد نیست. الان یه جمله گفتی خیلی درست، با آدمای مقلد نمیشه بحث کرد، اصلا نمیشه بحث کرد. تو خودش نیست. آره. یعنی نه نظر میخوام من یه جای 30 ثانیه بگم دیگه. نه من تو گوشم کلا شارژ شد. آره ختم کلام. آره. امید جان اولا که قطع شد من خدافظی بکنم از شما همه دوستان، ولی میخوام اینو بگم. کسی که سیستم ایدئولوژیک میاد جلو و مقلده، یه سیستم خطی داره فکر میکنه. از نظر فیزیک من تخصصم فیزیکه. متوجهی؟ من اینجا درس خوندم دانشگاه فیزیک. حالا بماند مهم نیست. خطی فکر میکنه. اما کسایی که مثل شما مثل من از دین رفتن بالا اومدن پایین، بعد رفتن این دینه، بعد ببین ببینید میگن سیستم فکری ماکسیمم مینیمم. از شما هم ماکسیمم مینیمم به نتیجه میرسی، ولی از سیستم فکری خطی به نتیجه نمیرسی. توجه چی میگم؟ کسی که مثل آقای حالا همین دوست عزیزمون که میخوام در موردش صحبت نکنیم، خطی فکر کرده، از یه منبری اومده، خطی اومده و همونجوری هم داره صحبت میکنه و به همه میپره یا فلان میکنه، نمیتونیم آدمای تو سبک من و شما باهاش صحبت بکنیم. آقا الان که نقش مذهبی رو بازی، من الان بعضی هستن خیلی دیگه زرتوش میکنن. من الان کاری ندارم این داره اسلام میکنه، این حتی که زرتوش دم میکرد من بالا نمیرم، چون نقش داره بازی میکنه، یعنی یه حال آدم بد میشه واقعا. دقیقاً. امید جان من خیلی خوشحال شدم. قربانم. آقا من لایو رو ببندم، ببخشید دوستان، من 7-8% شارژ دارم. من معذرت میخوام، یک تن هستم، خب خیلی دوستان میخوام بیام بالا. من دوستانی که خب احساس میکنم حرف بیشتری دارن و بیشتر صحبت میکنن. قربونتون برم، زنده باشید. خیلی عالی گرفتم. دمت گرم، قربونت برم. نه خیلی عالی بود، ممنون. بدرود.